افغانستان موضوع بحث وزرای خارجه ایران و روسیه. با آنکه کشورهای جهان همواره نشست‌ها و گفتگوهای متعدد را برای زیر و زبر کردن موضوعات مرتبط به افغانستان داشتند، اما تا این حال این گفتگو و نشست‌ها نتیجه مطلوب را در پی نداشته است. در تازه ترین مورد وزرای خارجه ایران و روسیه تحولات اخیر در افغانستان را مورد بحث قرار دادند. وزیر خارجه ایران در این دیدار با همتای روسی خود بار دیگر از گسترش هراس افغانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از مقامهای امارت اسلامی خواسته تا دولت فراگیر با حضور تمام اقوام در افغانستان تشکیل دهد. روسیه و ایران از کشورهایی است که پیوسته از گسترش هراس افغانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و همچنان بر ایجاد دولت فراگیر تاکید کردند. از سوی هم امارت اسلامی همواره تاکید کرده که حکومت کنونی افغانستان فراگیر است و افزوده است که حکومت سرپرست افغانستان اجازه استفاده از خاک کشور را بر هیچ یک از گروه‌ها، یک کشورها و همچنان جهان و منطقه علیه کشورها نخواهد داد. اما این دیدار و گفتگوها در باب مسائل افغانستان چقدر میتواند مشکلات کنونی را رنگ و بوی دیگر دهد؟ آیا روسیه و ایران در آستانه تعامل مستقیم با امارت اسلامی قرار دارد؟ و از همه مهمتر این که امارت اسلامی چه سیاست را در قبال این دو کشور خواهد داشت؟ سلام، به برنامه افغانستان 1400 خوش آمدید. مهمانانمان در بحث آقای ابوذر خپلواک زازای، استاد دانشگاه، آقای حکیم تورسن، آگاه مسائل سیاسی، و همچنان جاوید سنگدل، استاد دانشگاه با ما هستند. بسیار زیاد مهمانان عزیز، تشکر که به برنامه حضور یافتین. میخوایم از آقای زازایب اولین پرسش را داشته باشم که چرا نگران است روسیه و ایران از افغانستان؟ پسر که زمان قبل سلامون اونه که لبراند کنم خاقلی محمدی سبتاسو تا در بس قدرمنو ملمانو تا او در برنامه طولی لیدون کتا که چرت وقت تلشی در پیل سخه کله چې په افغانستان کې د نظام په کچه بدلون راغی، یو شمېر هیوادونه هڅه وکړه چې د افغانستان اوسنی نظام سره ښې اړیکې وپالي. د هغه هیوادونو څخه یو ایران و، روسیه و، چین و، پاکستان و، یو شمېر هیوادونه هم په سیمه کې وو چې د افغانستان اوسنی نظام ته خوشبینه وو او د پیل څخه هڅه کوله چې دوی سره تعامل وکړي، دوی سره په مختلفو برخو کې مرسته ولري، اړیکې ولري، او حتی که چېرته امکان ولري او هغه شرایط د افغانستان اوسنی نظام رعایت کړي، د افغانستان اوسنی نظام دوی په رسمیت هم وپېژني. که چېرته وکتل شي په اوسنی شرایطو کې ډېر ښه فرصت شته که چیرته د افغانستان اوسنی نظام دغه فرصتونه تثبیتوي او ګوري چې خواه په اوسنی شرایطو کې لویدیځ هیوادونه اغسا د امریکا متحده ایالات موږ په رسمیت نه پیژني، نو دلته څه کول په کار دي، باید څه وکړو، څنګه کولی شو چې حداقل یو شمېر هیوادونه په اوسنی شرایطو کې اقناع کړو چې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپیژني. دلته باید وکتل شي چې کوم هیوادونه د امریکا متحده ایالات سره تقابل لري، لکه د بیلګې په ډول ویلو شو چې د هغې هیوادونه چې د امریکا متحده ایالاتو سره تقابل لري، یو ایران ده، بلې روسیه ده، چین ده، شمالی کوریا ده، او یو شمېر هیوادونه هم دي چې د امریکا خپل سري کارونو څخه خسته شوی ده او غواړي چې د امریکا پر ضد داسې کار وکړي چې امریکا د سرخوږی جوړ کړي. نو که چېرته دغه فرصتونه او دغه هیوادونه تثبیت شي او په دوی باندې کار وشي، دوی سره مذاکرات وشي، دوی ته قناعت ورکړی شي، یو شمېر معیارونه رعایت شي، پرته د شک چې دغه هیوادونه د افغانستان اوسنی نظام هم په رسمیت پیژني او هم په مختلفو برخو کې ورسره اړیکه جوړوي، بل دا چې یو شمېر هیوادونه د دې څخه ستړي شوي دي چې نړۍ یو قطبي وي او ټول وخت د امریکا متحده ایالاتو په لاس کې وي. موږ ګورو چې د 1990 نه وروسته د نړۍ اساسي پریکړې د امریکا متحده ایالات کوي. د دې مواردو تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان باندې هم نفوذ لري، هغه څخه هم د یو وسیلې او ابزار په صفت ګټه اخلي. دلته یو شمېر هیوادونه غواړي چې د دې وضعیت څخه ځان وژغوري، چې د هغه څخه روسیه ده، چین ده، ایران ده، شمالي کوریا ده، حتی هند هم کولی شو چې یاد کړو، هغه هم غواړي چې نړۍ سو قطبي شي. نو کله چې یو شمېر هیوادونه د امریکا سره په تقابل کې دي، دلته باید د دې فرصت څخه د افغانستان د ډیپلوماسي دستګاه باید ګټه واخلي، دوی سره مذاکرات پیل کړي او هغه مسائل چې کوی شي چې رسمیت دوی نږدې که باید هغه مسائل افغانستان جایگاهی است که میتونه نقطه باشه که کشورهایی که تقابل با ایالات متحده است استفاده بکنه از افغانستان در این شرایط. خاقل محمدی صاحب
نن یوادونو ته د هغه ملي ګټ ډیر اهمیت لري. هر یواد په دې لاره کې د خپل ملي ګټ حفظ کړي، پرته د شک چې هغه یوادونه چې په دې سیمه کې پراته دي هغه دا ویره اوس هم سره شته چې یو ځل بیا د امریکا متحده ایالات او دغه متحدین خپل اساکر په افغانستان کې ځای په ځای نکړي. دوی د دې لپاره چې د افغانستان څخه دوی ته کوم ګواښ متوجه نه وي او د دوی دښمن دلته نفوذ یو ځل بیا پیدا نکړي، دوی په اوسني شرایطو کې هڅه کوي چې د افغانستان اوسني نظام لاسنیوی وکړي. موږ ګورو چې وختن فوختن د افغانستان اړوند دوی غونډې هم جوړې کړي دي، کوښښ یې کړی چې یو شمېر هیوادونه دې ته قناعت کړي چې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپېژني، ورسره مرسته وکړي، لاسنیوی وکړي، نور موارد. ولې بعض هلته دا ده چې دلته د افغانستان ډیپلوماسي دستګاه باید چټک ګامونه واخلي، کوښښونه نور هم زیات کړي، حداقل یو تفاهم ته ورسیږي او دیدي او موږ د یو مثبت بدلون شاهدان اوسو. تشکر آقای زازای. آقای ترسان، میخوایم از شما پرسم که روسیه و ایران از کشور افغانستان چی میخواهد در این شرایطی که افغانستان قرار داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، خدمت میمانان شما، کارکنان و بیننده های نهایت عزیز و گرامی دارم. ممنون. ببینید جانم، من میخوایم پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم چند نکته را میخوایم اشاره بکنم که باید در آینده تمام سیاسیون و دولت مردان افغانستان متوجه چنین نکته باشند. زمان که جهان دو قطبی بود، یعنی شوروی وقت به داخل افغانستان آمد، ولی کوههایی از مشکلات دامنگیر مردم افغانستان شد که غیر مستقیم ایالات متحده آمریکا با کمک خود از طریق پاکستان با یک تعداد از مخالفین حکومت وقت بر از اونا پول و پیسه و مهمات و سلاح در اختیارشون گذاشت و مردم افغانستان قربانی به حساب دو کشور شدن، هم آمریکا یا غرب و هم شوروی. و بعدن که آمریکا مستقیما به داخل افغانستان با جمع ناتو، گرچه چین و روسیه و ایران هم به این تفاهم رسیده بودن که بعد از 11 سپتامبر به افغانستان قوا برسد، که متاسفانه باز هم جنگ ها ادامه پیدا کرد و تعداد از مخالفین و حکومت و بنابر جنایت، خیانت و عملکردهای از اونا مسلح شدن و توسط کشورهای حمایت شدن، باز هم قربانیش مردم افغانستان داد. حال به حساب سوال شما، هیچ مربوط به سیاسیون افغانستان و دولت مردای افغانستان است که چطور بتانند از این مکتب و از تجارب گذشته استفاده بکنند تا باز هم جنگ های نیابتی در افغانستان به حساب صورت نگیره و مردم افغانستان همیشه قربانی بوده و باز هم قربانی به حساب از منافع کشورها شده و میشن. نباید تماما توجه ما با آمریکا باشه که و با اروپا که بیایه به افغانستان، و نباید توجه ما تنها به چین و روسیه و ایران و پاکستان باشه. باید قسم سیاسیون افغانستان و دولت مردای افغانستان که خواست جهانم هست عمل بکنن، یعنی بتانن توازن حفظ بکنن تا ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و در یک کلمه کشورهای جهان به یک تفاهم برسن و از حکومت افغانستان هم از مردم افغانستان واقعا در راستای بهبود و ترقی و تحول و پیشرفت گام ها را بردارن. در خصوص ایران و روسیه، آقای ترسان، در خصوص ایران و روسیه آیا فکر میکنین که حالا یک نوع استفاده است از افغانستان به خاطر که با ایالات متحده روابط خوب نداره، فکر میکنین که یک موقعی است که بتونه استفاده بکنه از افغانستان؟ بله. ببینین، خب بازم تاکید میکنم که چون نه ایران دل خوش داره از آمریکا و از عمل کرداش، نه روسیه، نه چین، نه کشورهای منطقه، حتی
بعضی از کشورهای جهان و یک تعداد از کشورهای اروپایی از عملکردهای ایالات متحده آمریکا راضی نیستند، ولی در حالتش نباید همه دنیا را نادیده گرفت، چون افغانستان به حساب در یک موقعیت قرار دارد که آسیب پذیر است. بناهن و روسیه و چین هم میتونند که از این فرصت استفاده بکنند و به خاطر دفاع خود، به خاطر دفاع از آسیای میانه یک خط جنگی را ایجاد بکنند و توسط مردم افغانستان، مانند گذشته ها که همیشه اگر جنگ های در دوران شوروی وقت بوده، حفاظت از پاکستان بوده و مردم افغانستان قربانی دادن، حفاظت از منافع آمریکا بوده، حال هم و بهتر است که همون رقمی که دنیا میخواهد، چین که روسیه، ایران که اینا تمایل دارند با حکومت طالب ها ولی حراس دارند، تشویش خود دارند که در حوج گروه هایی هست که فعالیت دارند، ولی طالب ها از این مطلق منکر هستند که نباید منکر باشند. هم مردم افغانستان به تقاضای مردم افغانستان طالب ها لبیک بگویند، هم به تقاضای کشورهای همسایه، منطقه و جهان، یعنی برند به طرف یک حکومت موقت که همه انسان های دلسوز با خدا و با تقوا در هو نفوذ داشته باشه و کار بکنند و تا همی مشکلات و معضلات حل شد. تشکر. پس از میان برنامه کوتاه ادامه برنامه. در ادامه برنامه آقای سنگدل، آیا این دیدار و گفتگوها در باب مسائل افغانستان چقدر در این مقطع زمانی مشکلات افغانستان را رفع خواهد کرد، بخصوص در رابطه با همسایه ما ایران؟ بر شما دوستانی که در بحث هستند و بیننده های محترم شما، ببینید چقدر جای افسوس است که جهان و منطقه تمام ما شما را دوباره مصروف ساخته بالای بعد تحلیل هایی که نه ارزش تولید میکنه و نه نتیجه برای مردم میباشه و نه برای نظام میباشه. شما اگر تمام رسانه ها، سیاست مدار ها، همه ما بینیم، همیشه ما شما بالای یک موضوع صحبت نصاب میکنیم که هیچ نتیجه نمیتونه برای مردم یا نظام بده. بنابراین من فکر میکنم که حرف اساسی بجای این که تحلیل و ردیابی برای جلسات بیرونی بکنیم یا برای اینکه امریکا در قبال افغانستان چی تصمیم میگیره یا چین و روسیه، من فکر میکنم نهایت نیازمندی یک نظم سیاسی داخلی و یک تشکیل نظامی که جوابگوی امروز و فردا باشد و بتواند جایگاه خود هم به سطح ملی و هم منطقه و به سطح جهان حفظ بکند. ببینین از نقطه نظر مسائل سیاسی، سیاست زمان میتونه پیروز باشد که شما مشکلات اقتصادی نداشته باشید. روسیه امروز خودش دچار سخت مشکلات اقتصادی است، ایران همچنان، تمام کشورهای منطقه و حتی میتونیم چین رو بگیم. چین از نقطه نظر جی دی پی رشد کرده، از نقطه نظر فقر و بیچارگی، رشد و تعلیم و تربیه و تکنولوژی هزار مشکل در کشور خود داره. امریکا یک کشور است که 22,000 میلیارد جی دی پیش سالانه. برای شما یک مثال بدم، به طور مثال افغانستان 14-15 میلیارد است، اونا 22,000 میلیارد است. و در کنار خود کشورهای اولقاده دنیا را دارد، کانادا هست، استرالیا هست، کشورهای اروپایی است، تمام کشورهایی که تصمیم گیرنده جهان است از نقطه نظر اقتصادی سیاسی در کنار امریکا است و روابط دیرینه با امریکا دارند. بنابراین ما فکر بکنم که اگر ما از ضعف بعضی کشورها که با آمریکایی‌ها مشکل دارن ما استفاده بکنیم و طرف این کشورها باشیم، یک فکری سیاسی است، به دلیل اینکه این کشورها اگر با آمریکایی‌ها مشکلات دارن یا می‌خوان رقابت داشته باشن، حداقل چیز دارن که صحبت بکنن. ما خود امروز ماش معلم خود خود ما نمیتونیم پرداخت. من فکر میکنم عقل سیاسی حکم میکنه که باید ما یک سیاست خارجی به طرف داشته باشیم و جغرافی افغانستان که میدان جنگ و رقابت کشورهای اولقاده منطقه و جهان شده، با یک میدان رقابت بلکه با یک میدان همکاری و تبادله مسائل اقتصادی اجتماعی. آقای سنگدل، با باور خودتان با گذشت یک سال از
حکومت سرپرست امارت اسلامی، چرا روابط دیپلماتیک امارت اسلامی با جهان خوبتر نشده و یک دستاورد نداشته در این زمینه؟ شما ببینید، اگر ما مطالعه کنیم بعضی مقاله ها، کتاب ها و تیوی های دکترین نظام و حکومت، شما زمان موفق میشید در روابط خارجیتان که شما روابط داخلیتان یا نظم سیاسی داخلیتان تعیین شده باشه و منظم باشه. اگر ما شما پرسش بکنم کدام قانون اساسی در کشور ما داره، نظام ما به کدام شکل است، ساختارهای ما به کدام شکل است، مسئول درجه اول کی است، دوم کی است، سوم کی است، مسئولیت حکومت چی است، مسئولیت شهروندا چی است. امروز ما نیست یک شهروند نمیفهمه که مسئولیت ما در مقابل مردم ما، حکومت ما چی است. تا زمانی که شما ساختارها و تمام ارزش‌های داخلیتان را به مطابق با تعریف حکومت یا گورننس، چیزی که تشریح در شما را نمیتونین تغییر بدین، چیزی که در طبیعت در تمام جهان است، نسازین، شما نمیتونین که اگر روابط خارجی با جهان داشته باشین. چیزی که همیشه تمرکز کردن، یک سال میشه که ما تمرکز میکنیم که باید ما را جهان یا طالبان را جهان بسازند. طالبان این سوال از خود نکردن که در نخست اول خود را بسازند. ساختن خود چی هست؟ ساختن خود معنایش است که شما تفکیک کنید بین قدرت سیاسی و قدرت اجرایی. طالبان میتونن قدرت سیاسی را به دست بگیرن، اما قدرت اجرایی در ساختارهای دولت، وزارتخانه ها، ریاست ها، نهادها و اشخاص متخصص باید واگذار شن که اینها بتونن در نخست یک نظم داخلی را به وجود بیارد، مخالفت ها کم شود و شهروندان نزدیک شد، بعدا مطابق این اصول شما می توانید جدا بدید. من حرف تمام کنم، من حرف تمام نشد خب بازم صحبت ها می مانه درست کنید بفرمایید. با شما استفاده نمی کنم، ما خود گمانه که اگر شما استفاده کنم برام، بعدا شما می توانید مطابق به اون پالیسی های داخلی تان و منافع های ملی تان که بسیار درشت روشن است که منافع ملی چی است، امروز منافع ملی در روشن گمان، بعد شما میتونید سیاست خارجی تان را با 3 یا 4 حلقه دیزاین کنین. حلقه اول کی است، حلقه دوم کی است، حلقه سوم کی است و چطور شما بتونید با جهان خلا وصل کنید. امروز افغانستان در داخل با یک دیگر وصل نیست، با منطقه وصل نیست و با جهان ما وصل نیستیم. برای اینکه ما وصل شیم با این 3 حلقه، شرط اساسی عملکردهای داخلی است که متاسفانه بسیار کم رنگ و بسیار پراگنده است. تشکر آقای سنگدل. آقای زازه، چرا در حدود 1 سال سپری شد ولی هیچ گامی در عرصه سیاست خارجی و همچنان دیپلماتیک با کشورهای جهان تا حالا نشان نداده امارت اسلامی، از دید خودتان مشکل در کجا هست؟ خاقل محمدی صاحب، مونگا کلچ بس کهو دیاری کهو دو دوله اڈکی لرو، یو مستقیم اڈکی دی بل غیر مستقیم. پا غیر مستقیم دول مونگا دی نده دیروی ودون سر اڈکی لرو دسیم په کچه هم، یعنی پس غرد داس ویلی شو چې یو شمیر وادونو حد عقل دسیم په کچه مونږ پر رسمیت پیژندلو. هغه سرنګه د نظام په صفت مونږ پیژنی، د دوی دیپلوماتان رزی، د دوی د بهرنیو چارو وزیران رزی، د دوی ملی پانګوال رزی، په یو شمیر غونډو کې د افغانستان اوسنی نظام څخه اوسنی نظام ته بلنه ورکوي چې هغوی ګډون وکړي، وینا ولري، دا په خپل ذات کې په رسمیت پیژندل دي، ولې غیر مستقیم ډول؟ بعض هلته دا مونږ دوه مسایل لرو، یو دیفکتو ده بل دیجوري ده. دقیقا چې یعنی په ظاهري شکل د افغانستان اوسنی نظام دیفکتو په حالت کې ساتل شوی ده، یعنی په زمینی شکل شته نړۍ په زغرده اعلان نه ده کړی چې مونږ د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپیژندلو، یعنی ترسو د جوړی ته داخل شي دی فاکتو په حالت کې. ولی غیر مستقیم ډول مونږ نړۍ پیژنې په صفت یو نظام مونږ پیژنې. اوس پرون نه هم د سمبلې ورځ وه، د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتان راغله په هغه غونډې کې ګډون کړی و، دا په څه مانا دا په رسمیت پیژندل ده؟ بل دا چې مونږ خپلواک هیواد یاستو، پرته د شک چې ټولې نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو، ولې د نړۍ فرمایشات خو مونږ نشو منلی. کنه ایران ځان ته فرمایش لري، وایي چې 15 غله ما ښه جاسوسان دي، ما ته وفادار دي، دغه 15 غله راته مقرر کړه، کنه نظام د زه نه پیژنم. روسیا ځان ته همداسې فرمایش لري، چین داس لري، امریکا هم فرمایش ځان ته لري، اروپا هم ځان ته فرمایش لري، عربي وادونه هم ځان ته فرمایش لري. نو که چېرې دا غله یو وری بیا په دې نظام کې ځای په ځای شي، بیا د قدرت جزیرې جوړېږي. کنه په دې کابل کې څومره د قدرت جزیرې وي، خیرخانه کې
مافیا و د قدرت جزیره و په بګرامه کې و په احمد شاه بابا مینا کې و په چاراسیا کې و په پغمان کې و په کورسنګي کې په هر ځای کې د قدرت جزیره وي ولایت خو به پریک دو نو بازل ته د دې قدرت د جزیرو د شهر نه خلاص وو دغه د قدرت جزیره چر ما تکړه لمده یو شمیر وادونه چې فرمایشات لره که فرضاً د المند والی به لره شول انګلستان به ویل تر هغه پورې چې دغه والی او عربیات په المند کې مقرر نه کړي مونږ در سره مرسته نه کوو فرمایشات لره او د فرمایشات پایله مونږ ولې دل چې په افغانستان کې سره غل بعد تل دا چې مونږ وړو چې د خود مختار عمل وکړو عملا ثابت کړو ولې د دې مورته په دې باندې هم بس اکتفا باید ونی شي زموږ چې ملي گفتمان ته دی و د نن باید زمينه مساعد شي دی و د نن خلک کډرونه لرو سپیشل خلک لرو مخلص خلک لرو چې ملي ارزښتونو ته او ملي ګټو ته ژمن خلک دي نو بعد دغه خلک باید تدبیر شي دوستان ملي گفته ما را آمده شي د افغانستان اوسنی نظام سینه د نور هم پراخه کړي تر څو پورې نظام مثبت لوري ته لاړ شي بل بس دلته داده چې مونږ وایو چې امریکا د نړۍ زبرځواک دی باید ورسره ډغر ونوهو مونږ ورسره ډغر نه وهو بعد دلته داده چې مونږ غواړو چې د نړۍ ټولې ودونه سره ښه اړیکې ولرو ولی دغه امریکا چې د یو شمیر خلک ډیر ځواکمن خای دومره ځواکمن هم نه ده په 2001 کال کې اقتصادي بحران په کومې واد کې راغی همدا امریکا کې اقتصادي بحران رامنځته شو تر 2009 کال پورې بعض هلته داده چې امریکا هم ماتیدونکی ده او د دې مورد تر څنګ په اوسني شرایط کې مونږ خود نسو کوی چې لاس په ځنې کینو مونږ لویدیځ هیوادونه په رسمیت نه پیژنو باید په تمه شو چې د دوی کله موډ آن کیږي مونږ په رسمیت پیژنو اوس خو باید د یو نظام په صفت باید د افغانستان اوسنی نظام حرکت خو باید وکړي او دغه حرکت چې دوی کوي دا د ستاینه وړ ده ولې بیا هم بسنه نه کوي باید نور هم اسې وکړي بل بعض د متخصصینو ده پنځه لسیز مو ولې د هغه افراد چې ځانته متخصص وي په دې نظامو کې دوی شتون درلود ولی دوی ونه توانېدل چې دای واد آبادانه خواته بوزي کده ترکی نظامو کده حفیظ اللهی نظامو کده کارمل و کده ډاکټر نجیب و کده مجاهدین و کده طالبان و تیر نظام و کده جمهوریت و نو بعد دلته داده چې ټول مسایل هم په متخصصینو کې نشه داسې متخصصین دي چې متخصص دی پرته د شک ولی جاسوس دی ولی غلام ده از متخصص نه غواړو از متخصص غواړو چې واقعا او بل وطن په زړه کې ولري ملي احساس ولري اسلامي ارزښتونه د درناوی ولري او نظام دی باید از خلک ځان سر ولري تر څو په نظام مثبت لوري ته لاړ شي آقای تورسن چی فکر میکنین از دید خودتان آیا روسیه و ایران در آستانه تعامل مستقیم با امارت اسلامی قرار داره؟ ببینین جانم پیشتر دوست ما اشاره کردن که فرض مثال ما را کشورها تقریبا غیر مستقیم به رسمیت میشناسه ای اصلا خود فریب دادن است مردم افغانستان فریب دادن است بیاین با واقعیت ها تن بدیم و ای به این مفهوم نیست ای کمک هایی که صورت میگیره و یا همراه شما تعاملاتی که صورت گرفته او به خاطر مردم افغانستان است همی که هفته 40 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا و کشورهای مختلف کمک میشن و کمک به خاطر فقر است به خاطر بدبختی است به خاطر بیکاری که مردم افغانستان رنج میکشن از این آیه او به این مردم افغانستان است نه به حکومت طالب ها و نباید خود فریب بتیم و بگویم که دنیا ما را غیر مستقیم به رسمیت میشناسند این اصلا خودش فریب است و در پولیش اشارات که شد که به حساب جزایر قدرت درست است همه مردم افغانستان مخالف جزایر قدرت که در طول 20 سال با سرنوشت کشور و مردم بازی کردند اونا را هم کسی نمیخواید که از طالب ها تقاضا نداره که همچو دزد و رازن و چپاولگر بیاین به افغانستان و دوباره برکه قدرت بیشنن اون کشور کوههایی از به هزارها متخصص خود داره به از هزارها انسانهایی داره که دلش به کشورش و مردمش میسوزه و این که میگن کس جاسوس امریکاست کس از او جس آیا فکر شده که همی حکومت طالب ها تفاهم نامه را با کی امضا کردن؟ آقای تورسل توسط بله در خصوص سوال اگر بگویم که آیا روسیه و ایران تعامل مستقیم با امارت اسلامی خواهد داشت؟
ببینن جانم، بازم میگم اونا فقط به حساب منافع خود جستجو داره. همون رقمی که پیشتر آقای سنگدل هم اشاره کرد، اونا کشورهایی نیستن که بتانن به حساب حمایت حتی سیاسی بکنن و یا اقتصادی خود. اونا کوهایی از مشکلات خود دارن و به حساب و مشکلات اقتصادی ایران هم همچنان. خب درست از من هست کشورهای همسایه ما باید با امرای از اونا ببینیم همو که چه نفرمایشات شانه که اگر هر کشور در قبال افغانستان فرمایشات داشته باشه، خب بازم افغانستان رفت و طرف به حساب بربادی و به طرف چپاول و غارت. خب ولی باید ما بتانیم قسم مسائل افغانستان حفظ بکنیم که هم روابط حسنه و نیک با امریکا، با اروپا، با شرق و غرب آسیا و جنوب و کشور همسایه و منطقه و جهان داشته باشیم که تا به حساب از که وابسته به هیچ کشور مشخص نباشیم. و در پالوش بازم میگم که ایران و روسیه یعنی تصمیم گیرنده نیست در قبال افغانستان که اونا بتانن تصمیم بگیرن و او عملی شود. و هیچ کشورهای هست که به حساب باید کشورهای همسایه که بازم اشاره میکنم منطقه و جهان روی موضوعات افغانستان به تفاهم برسند و روی یک حکومتی که همه شمول که به حساب حکومت موقت نظر به تفاهم نامه دوحک صورت گرفته. تشکر آقای ترسان، برمیگردیم با شما. وقفه، بعد از وقفه ادامه برنامه. در ادامه برنامه آقای سنگدل، امارت اسلامی حالا چه سیاست در قبال این دو کشور خواهد داشت، مثلا ایران و روسیه؟ و دیدار نمایندگان ویژه ایران و روسیه در امور افغانستان در مسکو چه پیامد میتونه داشته باشه؟ ببینید، طالبان در این موقف نیست که به تصمیم بگیرد در قبال کشورهای دیگر، چون خودشان هزار مشکلات داخلی دارند و حتی بعد از چشم خود را پوت میکنند در قبال بعض کشورهای منطقه که افغانستان متضرر میشود. چند روز پیش عملات هوایی که در افغانستان صورت گرفت، وزیر دفاع طالبان گفتن که از طریق پاکستان، از فضای پاکستان استفاده کردن. اگر اونا یک موقف خوب می بودن، سفیرشون را می خواستن یا با پاکستان یک حداقل یک شکایت می کردن. در موقف نیست. ببینید، من بگیر می کنم که ما بسیار خطا می دیم. تحلیلان ما بسیار نواقص فوق‌العاده وجود دارد. نظام خواست بیرون جور نشده. اگر ما مطالعه بکنیم، اگر مطالعه داشته باشیم، هیچ نظام از بیرون جور نشده. اگر نظام خواست بیرون جور میشد، از سال 1999 جور میشه، زمانی که در اون زمان روسیه اول قدرت تقریبا یکی از اول قدرت دنیا بود، حکومت همون گذشته را حکومت می جور بشه. نظام خواست داخل جور میشه، نه از بیرون، چیزی که در افغانستان شاید تمرکز نشه. تشکر آقای سنگدل، برمیگردیم با شما. به آقای زازی، حالا چی فکر میکنین که تا چه زمان افغانستان جایگاه بازی سیاست های کشورهای برخودرت باشه و تا چه زمان ما این گونه فشارهای کشورهای برخودرت را میبینیم؟ در هر وقت پوری چه در افغانستان نظام اولس به گره عمل و نکری، دوی خپل دوست و دخمن و نپیجنی، او دوی سرده احساس پیدا نشی چه موگ لازم و ملزم یو دی بیسکی دوا مخیستو. که چرته غواړو چې په مختلفو برخو کې پرمختګ وشي، په صنعت کې، په اقتصاد کې، په فرهنګي برخه کې، په تجارتي برخه کې، په ورزشي برخه کې، نو باید موږ په ګډه باید عمل وکړو. بعض دلته دا ده چې فرضاً که چیرته نظام هر څومره او اراده ولري د خدمت کولو، خو ولس ورسره نه وي، دوی نشي کولی چې خدمت وکړي. بل دا چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې د جګړې ډګر مو تل ګټلی ده، خو د سیاست ډګر مو بایللی ده. ضعف په نظام وکړو، بعض په اوسنیو شرایطو کې یو ډېر طلایي فرصت، هغه ګولن اپورچونیټي چې ورته وایي، حاکم نظام ته په لاس ورغلی. د افغانستان اوسنی نظام د باید د دې فرصت څخه اعظمي ګټه واخلي. دوی د باید ولس خپل کړي، د
ولس سره باید همغږي رامنځته کړي، د ولس سره باید تقابل رامنځته نه کړي. ولس غوښتنې ورڅخه لري، ولس اندېښنې لري، ولس ورته وړاندیزونه لري. دوی د حداقل یو ادرس رامنځته کړي، ورته وایي چې که چېرته تاسو ستونزه لرئ، کوم وړاندیز لرئ، دې ادرس سره په اړیکه کې شئ. ستاسو نیوکه، ستاسو وړاندیز، ستاسو اندېښنې موږ ته رسېږي، که موږ په هغه باندې غور کوو. ولې په تعصب باید ویم چې د یو کال په بهیر کې داسې یو ادرس رامنځته نه شو. بل دا چې د افغانستان ښځې پرته د شک چې هغوی هم غواړي چې خدمت وکړي خپل ولس ته، هم په سیاسي ډګر کې، هم په تعلیمي ډګر کې، هم فرهنګي برخه کې، هم چې دی په سیاسي ډګر کې، نو دلته باید د افغانستان اوسنی نظام باید دوی ته دغه فرصت مساعد کړي. پرته د ښځو نظامونه نه شي کوی چې پرمختګ ولري، او دې نه هم سرګونه شي پټوایي چې د افغانستان نیم نفوس ښځه دی. باید د افغانستان اوسنی نظام د افغانستان ښځو سره باید تقابل ونه کړي، کوښښ د وکړي چې دوی سره د همغږي رامنځته کړي، دوی سره تفاهم ته ورسیږي، دوی ته هم په سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي، همداراز دوی ته د ټولنیز فعالیتونو تعامل با بانوان افغانستان پیشکی از کلید ازی پیشکی است که تا هنوز با گذشت یک سال هنوز کدام گام عملی برداشته نشده به خاطر جایگاه حقوق زنان. کله چې موږ بحث د نظام په اړه کوو، پرته شاید چې دلته د هر ادارې مسئول معلوم ده چې رئیس الوزراء څه صلاحیت لري، د هغه مرستیالان به څه صلاحیت لري، یو وزیر څه صلاحیت لري، ملای بیت الله څه صلاحیت لري. د هر یو صلاحیتونه مشخص دي. زه وایم چې د دوی ترمنځ باید په دې باندې بحث وشي، دغه ستونزه مرفوع کړي، ځکه چې د سیمې او د نړۍ هیوادونه لومړی کار چې دوی ته وایي چې تاسو دغه د دې ترسره کړی نه ده، همدا دی و چې ښځو ته ولې تاسو سیاسي مشارکت زمینه مساعد نه ده کړې، تاسو ولې ښوونځي تړلي دي. دوی هم ورته ځواب نه لري. که چېرته غواړي چې د افغانستان ستونزې مرفوع شي، د هیواد دننه په اوسني نظام باندې د باور نوره هم پیاوړی شي، باید دغه ستونزې مرفوع شي، ولس سره د تقابل ونه شي. د افغانستان اوسنی نظام په اړه ځوانان غواړي چې یو شمېر مسایل ورسره شریک کړي، باید د ځوانانو څخه واوري، د متنفذینو څخه واوري، د تیر نظام کدرونو څخه واوري، هغوی به هم سالم مشورې ولري. نو په دې اساس که چېرته دوی وایي چې ټول مسایل مونږ په لاس کوي، مونږ کوی شو چې دغه حل کړو، او ولس ونډه نه ورکوي، ولس د پامه غورځوي، نو دا به په خپل ذات کې یوه لویه خلا به رامنځته کړي چې په راتلونکي کې به د دې مهار او مدیریت به حاکم نظام ته ډېر ستونزمن بوي. آقای سنگدل، امارات اسلامی تا حالا روابط کشورهای جهان بخصوص چین و روسیه و ایران چقدر گامهای عملی برداشت، اگرچه سفرهای متعدد داشته و از کشورهای چین و روسیه همچنان وزرای خارجه و دیپلمات‌هایش آمدند و نام سفر داشتند، آیا گامهای عملی تا هنوز برداشته امارات اسلامی در ایراستا؟ بخیر نه، ببینیم که پشت لفت مقتش من پیشتر میخواستم بگم که امارات اسلامی یا اروپا در موقف نیستند که عملکردهای مثبت را انجام بدن و این کشورها را قناعت بدن، کنار به رسمیت بشناسند یا کمک بکنند، به دلیل اینکه این کشورهای منطقه ترس راست فوق‌العاده از آمریکا دارند و نمیتواند که بدون اشاره آمریکا و جهان حکومت های افغانستان را به رسمیت بشناسند، به دلیل اینکه تمام جهان یک طرف است فعلا و آمریکا اکثریت دوستا و کشورهای کمپینمانش هستند گفتند تا زمانی که ما قدم نگذاریم شما نمیتونید بگید، و اونا هم به گفتشان کردن اگر روسیه، چین، ایران، پاکستان این کشورها استقلالیت خود را میداشتن، ترس راست نمیداشتن و میتونست که حکومت طالبان را برسمت بشناسن، ما میشناسیم برسمت، چون اینا همچنان آماده یعنی نیستن که طالبان را برسمت بشن، بخاطر که جهان آماده نیست و از زاویه دیگر طالبها نتوانستن بعد تغییرات مثبت بیارن و یک نظام تشکیل بدن. دوستان ما میگن نظام، ما خنایپم که نظام تانوس تشکیل داده نشده، حکومت موقت میگن یا حکومت سرپرست میگن، حتی حکومت سرپرست زمانش دهی نیست، کار خانگیش معلوم نیست چی عمل کردن انجام بده. شما نمیتونید که بدون اینکه زمانش دهی باشه، بدون عمل کردن باشه، بگن حکومت سرپرست. تا زمانی که ما فکر میکنم طالب ها تغییرات مثبت را در داخل نبیاید، این کشورهای منطقه و فراتر از منطقه در مسائل افغانستان داخل میشن، مداخله میکنن و استقلالات ما را میگیرن. برای اینکه این کشورها مداخله نکنن، برای ما تصمیم نگیرن و ما یک سیاست خارجی مستقل داشته باشیم و یک کشور مستقل داشته باشیم، عملکردهای مثبت در داخل شرط اساسی است. از زمانی که طالب ها یک عملکرد منفی می کنند یا حرکت به طرف مثبت نمی کنند،
جهان مداخله میکنن و مداخله از ما به خاطر دلسوزی نیست برای افغانستان، به خاطر ازی است که دخیل باشن در مسائل افغانستان، به خاطر که جغرافی افغانستان برای این کشورها بسیار مهم است، نه مردم افغانستان و نه افغانستان، چون تمام زمانی که عملکردهای ما دیگه میباشن اینا مداخله میکنن. به مو دلیل است من فکر میکنم که امو پیشتر ما متذکر شدم که تا زمانی که ما از داخل جور نکنیم و همین خود میکانیزم گورننس یا حکومتوری تشه نکنیم. بیشتر دوستا گفتن که در گذشته جزایر قدرت بود، خب امروز هم عین شکل است، منتها کمک وسیع تر است، کسی که در قدرت دست است قوی تر است، توانمندتر است، اما اینا نه کدام میکانیزم انتخابات هم نظر گرفتن که بس مردم انتخاب بکنن، نه میکانیزم بس انتخاب رهبر هم نظر گرفتن، نه ساختارهای دولت توانستن که با بعضی دوستای و افغانایی که جاسوس نیستند وطن پرستان شریک بسازن، و حتی جرات ازیر پیدا نتونستن کردن که در حکومت 20 سال گذشته کسانی که جاسوس بودن، جاسوس کسانی که کرپشن کردن، بیاین لیست از اونا رو بگیرن، نام از اونا رو بگیرن، اما برعکس ما هم اگیر میبخشیم در حالی که حق از اونا نیست، حق عمومی، حق عمومی مربوط ملت میشه، کسانی که خیانت کرده، رئیس جمهور خیانت کرده، معاونش کرده، وزیرا کرده، باید اونا محکمه شوند، اگر محکمه نمیشن، بیاین بگن که اینی شخص خائن ملی بود، اینی جاسوس بود، اینی یه طور بود که مردم بشناسه چرای از راه و در دخانه میشه که ما بگه ما فهمی کردیم حق مردم حساب ازای بکنیم و طالبان خودشون تصمیم بنان، به خاطر این که تمام این عمل کردام نیست یک دولت و نیست یک حکومت باشه، ما فکر میکنم یک نشست ملی نیاز داره، نشست ملی کی را میگیم؟ نه روی جرگه 35 نفر متخصص وطن پرست که عاشق قدرت نیست، عاشق ساختن افغانستان است، باید اونها یک نشست بکنن، تمام اشتباهاتی که دیروز صورت گرفته شد شناسایی شد و تمام عملکردهای مثبتی که برای آینده افغانستان مفید است شناسایی شد، یک برنامه خوب برای رهبران صادق افغانستان میشه طالبا باشد پیشنهاد شد تا طالبها از ما به خاطر ساختن نظام آینده افغانستان استفاده کنند. یکی نظام است، یکی حکومت است. طالبا حکومت خود را جور کردن، اونا وزارتخانه ها ریاست ها را جور کردن، رفیقا دوستایشان هستن، اما نظام را جور نکردن. نظام چی است؟ نظام متشکل از تمام شهروندان کشور است، یعنی معنایش است که نظام توسط شهروندان کشور انتخاب میشه و از اون نظام خود شهروندان دفاع میکنن، او را حفظ میکنن، چیزی که تا امروز نشد. تا زمانی که عمل کرده به وجود نبه، من فکر میکنم این کشورهای منطقه و فراتر از منطقه استفاده میگن. هر زمانی که ایران، چین، روسیه میخواد که از طالبان دفاع بکنن، معنایش است که میخواد بالا امریکایی ها فشار بیارن، به دلیل این که امریکایی ها سرمایه گذاری بسیار در افغانستان کرده و نمیخواهد که بسیار به پول و بدون کدام دستاورد برای ایرانی ها و پاکستانی ها یا روس ها و چینی ها واگذار شد. به مو دلیل است که امریکایی ها میگن که ماموریت ما در افغانستان تمام نشده، ما افغانستان را ترک کردیم، اما ماموریت ما باقی مانده. چی است این ماموریت؟ این ماموریت ای است که یا افغانستان یک کشور بی‌طرف باشه که طرف کشورهای اول قدرت منطقه نباشه، یا طرف اگر طرف باشه طرف امریکا باشه. اما متاسفانه طالب ها تا به اکنون نتوانستن که را ثابت بسازن که افغانستان یک کشور بی‌طرف و یک سیاست خارجی بی‌طرف در مقابل کشورهای اول قدرت منطقه و جهان دارد. بسان تشکر. پس از میان برنامه کوتاه ادامه برنامه. در ادامه برنامه میخواییم جمع‌بندی بکنیم بحث را. آقای ترسان چی فکر میکنین که برایند این نشست چه خواهد بود و تا چه زمان افغانستان و مردم افغانستان قربانی کشورهای ابرقدرت باشه؟ ببینین در صورت که چنین ما پیش بریم و در پالوش وابسته مشخص با یک کشور باشیم، افغانستان شاهد جنگ های نیابتی خواهد بود و زمانی که ما بازم با یک تازی یا با قدرت کامروز طالب ها گرفتن و فقط و فقط مشخص خودشان است، انتقاد هم می کنند بالای حکومت قبلی، ولی هی نتیجه خود نمیته. خب امو که چرا حکومت قبلی مخالف خود داشت؟ چرا حکومت قبلی بالاخره شکست کرد با وصف از اینکه دنیا در حوج نظارگر بود و حضور داشتن؟ بنا با آینمی که از حمایت مردم افغانستان دور بودن. طالبا هم اکنون حکومتشان
از حمایت مردم افغانستان برخوردار نیست. این که دیگه مردم خوب میفهمه که تهدید میشه، کشته میشه، زندانی میشه. به هر صورتش راه بیرون رفت بر مردم بر افغانستان و بر مردم افغانستان در قدم اول حمایت مردم افغانستان نیاز است، خواسته های مردم افغانستان نیاز است که هر افغان خود بیابه که در همه حکومت حضور دارند، با میل تفنگ، با زور و فشار و قید و زندان و کشتن و بستن اصلا جای را نمیگیره. خب کسی نمیتونه که 40 میلیون انسان از اون کشور در پشت میلهای زندان پرتن ولی یا بکشن که اگر میخوایی ما هستیم، اگر نمیخواییم. بالاخره این انفجار کردنی است و انفجار میکنه. راه بیرون رفت امی است که بتانند در قدم اول حمایت مردم افغانستان با خود داشته باشند تا بتانند حمایت جهان داشته باشند. حمایت افغانستان امی که خواسته هایشان است که مکاتب دخترانه باز شود، زنان از اون کشور نقش داشته باشند. پیشتر اشاره شد که همگی همی تشویش دارن که پس رای حل کی است؟ اما امریکا به پاکستان به چین و روسیه به هدایت بده که بگه مکاتب باز بکنین و اجازه بدین زنا. و وقتی که خود از اونا میگن که اونام به تشویش است، خیلی کی تصمیم گرنده است؟ من نمیفهمم پس پشت پرده کدام حرف است؟ تشکر آقای ترسان. بنان آرزو دارم که با صدای مردم افغانستان و با صدای جهان لبیک بگوید. ممنون آقای زازه. میخواییم که جنبندی بکنیم بسرا برایند نشست چه خواهد بود و چه تصمیم گرفته خواهد شد در قبال افغانستان، روسیه و ایران؟ زب لنده یو دوم مثلا نور ته میشاره کن خیلی خوب که چرت نظام دنه نیواری بیا چاوت شی دادی حل لار نده. افغانان نور هم بدبخته کیگی. په دې جغرافیه کې حدودا 15 میلیونه شاوخوا خلک اوسیږي. دا وره نه ایران ځای ورکوي نه پاکستان. زه وایم چې د افغانستان اوسنی نظام زغم باید پیدا کړي، نور هم زغم باید پیدا کړي، سینه د نور هم پراخه کړي. او په دې نظام کې داسې خلک چې په تیرو نظامو کې فرزن که چېرته پاتې دي ولې سپېسیلي مخلصه خلک د هغوی ته هم ځای ورکړي. او د دې مور تر څنګ باید په دې باندې تمرکز وکړي چې څنګه کېدی شي دا هیواد خودکفا شي. تر هغه وخته پورې چې دغه هیواد خودکفا نه شي، خلکو ته اشتغال ځایي زمینه مساعده نه شي، صنعت به خپل پښو ونه درېږي، موږ به په همداسې حالت کې وو، د وضعیت به التهابي وي، د سیمې او د نړۍ هیوادونه به خپلې ګټې دلته تعقیبوي. نو زه وایم چې د افغانستان اوسني نظام ته خل چانس په لاس ورغلی، باید دوی نور هم د تدبیر نه کار واخلي، د زغم نه کار واخلي، ولس د خپل کې ولس سره د تقابل ما کوي، اصلاحي نیوکې د ومني، هڅه د وکړي چې داسې یو نظام رامنځته کړي چې واقعا هر افغان ځان پکې وویني. د دې مورد تر څنګ که چېرته وکتل شي دغه هیوادونه چې نن سره د افغانستان اړوند غږیږي او غونډې نیولی دی، دوی هم په دې هڅه کې دي په لومړي ګام کې چې خپلې ملي ګټې حفظ کړي. دوی د افغانستان د ولس د درد نه ځورېږي چې دا واقعا په افغانستان کې فقر حاکم دی، وضعیت بد دی، طبیعي پیښې وشولې، ولس زیانمن شول. دوی کوښښ کوي چې په اوسني شرایطو کې څنګه کولی شي چې خپلې ګټې حفظ کړي. نو په دې اساس دا د افغانستان اوسني نظام خاصتا د ډیپلوماسي دستګاه مسؤلیت ده چې دوی هم په بهرني سیاست کې داسې ګامونه واخلي چې د افغانستان ملي ګټې حفظ شي، ولس ګټې راوړي، ولس اشتغالځایي زمینه مساعده کړي، وضعیت د دې ابهام څخه وباسي او هر افغان په نظام کې ځان وګوري. بله تشکر آقای سنگدل. بالاخره نتیجه این نشست چی خواهد شد و تا چه زمان ما قربانی کشورهای برخوردار باشیم؟ خب نشست ها به نتیجه است همه شما میفهمیم. نشست ها سیاسی است و نشست های فشاری است برای اینکه بتانیم ما صاحب یک کشور شویم و از خود نظام داشته باشیم. بسیار ساده است که تحقیق و ارزیابی شود که کشورها و ملت های دیگر دو کشورهای خود را ساختن و از تعصب پرهیز بگیریم و اشخاصی که شایستگی کار کردن را دارد در ساختارهای خود جا بدیم و تفکیک بکنیم قدرت سیاسی را تا قدرت اجرایی. تا زمانی که طالب ها ذهن خود را قناعت نتن و در داخل خود را قناعت نتن که نه تنها کشور از طالب نیست، تنها طالب کشور را ساخته نمیتونند، طالب ها باید در کنار خود برادران و خواهران دیگر خود را که تخصص دارند، تعهد دارند، توانمندی دارند، افغانستان از ناکه دوست دارند، در کنار خود جا بدن
تا یک جا همه ما کشور خود بسازیم و کشور خودکفای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شد. اگر نه که در فکر ما تعصب باشد و تنها به یک اقوام فکر کنیم، به یک متخصصی که از اقوام خود ما فکر بکنیم و دیگران را اجازه ندهیم و وطن را از خود بدانیم، نگوییم که از دیگران هم است. ما فکر میکنم در 50 سال همین چنین تعصب بود، جور نشد. خارجی ها از ما استفاده کردند، یکی دیگری ما را سر یکی دیگری ما کشتند و نتیجه ندادند. راه حل فقط یک نشست گفتمان ملی حداقل 25 نفری است که ارزش های ملی و منافع ملی شناخته شود. همه ما در اینا میگیم منافع ملی. همین منافع ملی چی است؟ منافع ملی شده همین است که ما تعصب نداشته باشیم. منافع ملی است باید ما نظام خود را بسازیم. منافع ملی است که می حل کار و حل کار بسپاریم. این منافع ملی است که دوگنگ است. اگر طالب ها بتانند خود را قناعت بتن، رهبرهای خود را قناعت بتن، مردم های با تعهد است، بعض از کسشان توانمندی دارند، زمینه مساعد است، فرصت هاست، ما میتونیم کشور را بسازیم. اگر به این شیوه که فعلا پیش میرن، من فکر میکنم مخالفین طالب ها را در یک مثال مثال جامعه جهانی رشد بده، اونا رو کمک میکنن دوباره یک جنگ داخلی به وجود بیاد، به دلیل اینکه جهان نتونست با طالبان کنار بیاد. راه حلش است که مخالفین طالبان را تقویت بکنن و باز دوباره یک برادرکشی در کشور روبرو شه، چیزی که نه آرزوش طالبان داره، من فکر میکنم نه من دارم، نه شما و نه مخالفین طالبان دارن. راه حلی است که بسازیم کشور را یک جای، در غیر خاطر در اجرا من فکر میکنم ما پراگنده میریم و کشورها تصادفی جور نشده. اگر شما تاریخ تمام کشورها رو مطالعه کنید، کشورها تنها تاریخ جنگ نداشتن، تاریخ اقتصادی داشتن، تاریخ سیاسی داشتن، تاریخ اجتماعی داشتن، اما متأسفانه در افغانستان تنها یک تاریخ جنگ بوده، زدن کندن بوده. بنابراین ما بیاین تاریخ جنگ را با تاریخ ساختن افغانستان بسازیم، منافع های منطقه‌ای را شناسایی بکنیم، منافع های کشورهای منطقه را نزدیک بسازیم، همسایه بد به همسایه خوب تبدیل بکنیم. ما فکر می‌کنیم نتیجه می‌دهد. در غیر ما فکر می‌کنم ما باز همونطور نیازمند به کشورهای دیگر می باشیم و تصامیم برای ما و فرزندان ما کشورهای دیگری می گیرند که در گذشته گرفتن. تشکر از مهمانان گرامی، آقای ابوذر خپلواک زاده استاد دانشگاه، آقای حکیم ترسن آگاه مسائل سیاسی و همچنان آقای جاوید سنگدل استاد دانشگاه. باز هم ممنون حضورتان. تشکر از بیننده ها، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.